سلام به شما عزیزان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون ایرانیان تیوی در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که بعد از ازدواج بدن شما چه تغییراتی میکند. پس ما رو در این ویدیو همراهی کنید و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید و با زدن زنگولکی کنار سابسکرایب از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه بشید. مورد اول، استرس شما کمتر می شود. حتما شما قبل از ازدواج استرس های زیادی را تجربه کرده اید. از برنامه ریزی های عروسی گرفته تا سر و کله زدن با دیگران در مورد چگونگی برگزاری مراسم و غیره. اما همین که زندگی مشترک آغاز می شود، همه چیز به آرامش می رسد. بعد از ازدواج دیگر شما نگران انتخاب نیمه گم شده تان نیستید. اولویت های زندگی تان تغییر می کند و بسیاری از ترس ها و نگران های تان پایان می یابد که نتیجه آن کاهش سطح استرس تان است. مورد دوم، زندگی سالم تری دارید. ازدواج حتی بدون آنکه خودتان بفهمید شما را به سمت یک زندگی سالم تر پیش میبرد. به عنوان مثال، همسرتان شما را متقاعد میکند که در زمان بیماری هرچه سریعتر به پزشک مراجعه کنید، غذاهای سالم تری مصرف کنید، سیگار را کنار بگذارید یا اینکه ورزش را در برنامه روزانه تان بگنجانید. در واقع ازدواج از شما فرد سالم تری میسازد. مورد سوم، اضافه وزن پیدا می کنید. درست است که شما زندگی سالم تری خواهید داشت، اما اگر فعالیت بدنیتان کم باشد باید با وزن ایدالتان خدافزی کنید. از آنجا که شما در زندگی مشترک استرس کم تری دارید و خیالتان راحت تر می شود، ممکن است که خیلی خودتان را تحت فشار نگذارید یا به عنوان مثال به دلیل مسئولیت های زیادی که به عهدهتان است از باشگاه رفتن خودداری کنید. اما اگر تناسب اندام برایتان اهمیت دارد، برای فعالیت های بدنیتان نیز زمان بگذارید. فرم بدنتان تغییر می کند. یکی دیگر از دلایلی که موجب اضافه وزن شما پس از ازدواج می شود، تغییر فرم بدن است، به خصوص برای آقایان. تحقیقی نشان داده که آقایان زمانی که وارد زندگی مشترک می شوند، سطح تستوسترونشان کاهش می یابد که همین امر تغییراتی را در ماهیچه‌ها و چربی بدن ایجاد می کند. از آنجا که تستوسترون مسبب ساخت ماهیچه هاست، با مقدار کمتر آن ماهیچه‌های بدن شما آب شده و کالری کمتری خواهید سوزاند. تصمیمات زندگیتان تغییر می کند. زمانی که شما زندگی مشترکتان را با فرد دیگری آغاز می کنید، همه چیز زندگیتان تغییر می کند. شاید در دوران مجردی چیز دیگری فکر می کردید، اما حال تمام تصمیماتتان بر پایه یک فرد دیگری می چرخد. در واقع من تبدیل به ما می شود و شما دیگر خودتان را نه یک فرد مستقل بلکه عضوی از یک تیم می بینید که این تغییرات بر ذهن شما نیز تاثیر می گذارد. عمری بلندتر خواهید داشت. از آنجا که با شروع زندگی مشترک سبک زندگیتان نیز تغییر می کند و به سمت سالمتر شدن پیش می رود، مطمئناً بر طول عمرتان نیز مؤثر خواهد بود. از آنجا که سلامت شما برای همسرتان با اهمیت است، او شما را تشویق می کند تا غذاهای سالمتری بخورید، ورزش کنید و هر از چندگاهی نزد پزشک بروید. جدا از این سبک زندگی، همین که شما می بینید شریک زندگی مورد اعتماد دارید، نه تنها بر جسم بلکه بر روحتان نیز تاثیر مثبت می گذارد. بیماری همسرتان روی شما هم تاثیر می‌گذارد. درست است که شما به سلامت خود و شریک زندگیتان اهمیت می‌دهید، اما زمانی که او بیمار شود چه می‌کنید؟ آیا بیماری او روی شما هم تاثیر خواهد گذاشت؟ تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که یکی از زوجین دچار بیماری بلند مدت می‌شود، احتمال اینکه شریک زندگی او نیز از نظر روحی و چه فیزیکی بیمار شود زیاد است. کمتر ورزش می‌کنید. اگرچه اکثر تحقیقات نشان داده که پس از ازدواج فعالیت بدنی افراد بیشتر می شود، اما این موضوع همیشه صادق نیست. زمانی که شما ازدواج می کنید، مسئولیت های زندگیتان افزایش می یابد. بنابراین وقت کافی برای رفتن به باشگاه ندارید یا زمانی که بچه دار می شوید باید تمام زندگیتان را وقف او کنید که تمام آنها منجر به کاهش فعالیت بدنی می شود. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.